های واتساپ اول فضل هستم قسمت دیگه ای از دوره و مستری رو شروع می کنیم پیج اینستاگرام و آندرلاین تریکتر رو دنبال بکنیم که اخبار کارا و ماجراجویی رو داخل استوری میگم البته که داخل پیج اینستاگرام آموزش فوق العاده ای هم منتشر می کنم اونا رو هم میتونید یاد بگیریم که عالی هستن خب میخوام دست به دستی رو انجام بدیم من ابتدا بیان فایل های قدیمی رو حذف بکنم اوپن فایل منیجر رو میزنم چون که الان اومدیم یک وردپرس رو کامل نصب کردیم بخش ببین اینا فایل هایی هستن که ما الان استفاده کردیم اینا همه رو من باید پاک بکنم همینا رو پاک میکنم بریم و بیایم خب من اینا رو کامل پاک کردم الان باید دیتابیس ها رو کامل پاک بکنم این بخش رو نگاه کنیم ما اسکیول ببینید اطلاعات سایت ها دیتا ها داخل دیتابیس ها نگهداری میشن همه چیزها داخل دیتابیس هن. از کاربرانی که عضو شدن مطالبی که می نویسید همه چی داخل دیتابیس ذخیره میشه شما میتونید دیتابیس رو پاک نکنید یا دیتابیس جدیدی ایجاد بکنید خب ولی من میخوام این دیتابیس رو پاک بکنم بکنم خاطری که دارم از حاصل رایگان استفاده میکنم ضعیفه دلیت دیتابیس ریموف دیتابیس رو بزنید خب پاک شد دیگه نیست الان باید دیتابیس رو بسازم من اینجا مثلا میزنم یه چیز ساده برای نام دیتابیس یکی ساخت خودش البته این نکته رو هم بگم داخل سی پنل یا حالا دایرکت تایپ میخواین دیتابیس بسازیم به این سادگی به این صورت نیست که خودش یوزر نیم تعیین میکنه اونجا خودتون نامو تعیین میکنین، خودتون یوزر نیمو تعیین میکنین، خودتون پسورد رو تعیین میکنید خیلی ضعیفه که پسورد دیتابیستون پسورد وی پنلتون باشه خب این آموزشه و کسی هم برای سایت واقعی خودش نمیاد از این هاست رایگان یا وی پنل استفاده بکنه فقط این نکته رو خواستم بهتون بگم که وقتی که میرین در واقع از اون پولیا از اون اصلی در این هاست دام هاست سی پنل یا الا دایرکت استفاده میکنین نام رو خودتون تعیین میکنین یوزر نیم خودتون تعیین میکنین پسورد هم خودتون تعیین میکنین خب این از این مورد ما الان باید وردپرس رو دانلود بکنیم من میام اینجا میزنم دانلود وردپرس خب این بخش دانلود وردپرس 5 و 6 و یک اینجا شروع میکنه به دانلود خب این دانلود شد این نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه من بیام این فایل زیپ وردپرس رو به طور مستقیم آپلودش بکنم بعد بیام خروجی بگیرم این پوشه وردپرس رو هم داره یعنی یه دایرکتوری دیگه اضافه میشه مثلا میشه trickfan123.geekfile.com اسلش وردپرس اینو بزنی سایت میاد به خاطر همین میخوام این کلین فایل ها رو که اینجا هستن رو توری بگیرم و بیارم بذارم در واقع کپیشون بکنم کنترل C بیارم بذارم اینجا کنترل V بیان داخل این بخش اصلی قرار بگیرم و این وردپرس رو هم پاک بکنم البته که میتونید همین رو به صورت مستقیم آپلود بکنید و, و بریم وارد پوشه وردپرس بشین و کل اطلاعات رو کپی بکنید بیاریم تو دایرکتوری اصلی خب الان کسایی که اطلاعاتشون خیلی محدود اینجا شاید دچار مشکل بشن به نظرم برای اولین باری که شما دارین این ویدیو رو میبینید بیاین همین رو به صورت مستقیم این وردپرس رو همین فایل زیپی که اینجا دانلود کردین به طور مستقیم آپلود بکنید ببینید چه اتفاقی میفته میبینید که فایل هایی که اصلی هن داخل پوشه وردپرس خروجی گرفته میشن و میبینید وقتی میخواین وارد سایتتون بشین باید بزنید تریکفن 123.geekfa.com اسلش وردپرس ولی کاری که من کردم اومدم کل اطلاعات فایل های اصلی سایت رو آوردم گذاشتم توی دایرکتوری اصلی یعنی داخل هیچ پوشه ای نیستن و میشه چی تریک... یک دو تموم شما دوتا رو تست بکنید که متوجه بشین شاید حرف من رو برای اولین بار نفهمید الان این فایل وردپرس رو باید آپلود بکنیم ببینید من این رو ببندم بیام بخش فایل و این بخش این بخش اینجا باید آپلودش بکنیم ببینید اینجا روی این کلیک بکنید آپلود زیپ حالا اینجا دیگه باید اون رو انتخاب کنید آپلود بکنید خب اینجا نگاه کنید آپلود ان آن زیپ رو بزنید خب ما اون فایل ها رو آپلود کردیم و خروجی گرفتیم الان اگه وارد سایتتون بشین با چنین صفحه مواجه میشین برای نصب دستی وردپرس این قسمت من زبون فارسی رو انتخاب میکنم و ادامه رو میزنم خب یک سری توضیحات داده کار ندارم بزن بریم رو من میزنم خب نام پایگاه داده رو باید اینجا بزنید اینم نام کاربری رمز عبور این بخش هم میزبان پایگاه داده و پیشوند رو هم کاری نداشته باشه این WP خودش خوبه این بخش کلا مربوط به دیتابیسه این سفر رو نگاه بکنید این صفحه نه این سفر رو نگاه بکنید این صفحه بود که ما اومدیم دیتابیس ایجاد کردیم MySQL DB name این بخش این در واقع دیتابیس نیم ما یوزر نیم ما و پسورد ما که وی پنل پسورده اون رمزی که برای ورود به این پنل مدیریت انتخاب کردیم اون رمزی که برای ثبت نام انتخاب کردیم و این بخش هم ما هاست نیمه که اینا رو باید اون بخش رو وارد بکنیم کجا باید وارد بکنیم اینجا دقیقا نام پایگاه داده اینجا باید بنویسیم نام کاربر رمز و و میزبان پایگاه داده یک نکته هم بگم اگر رفتین هاست خریدین الان شما کسی که دارین میخواین ووردپرس رو به صورت دستی نصب کنین و هاست رو خریدین وقتی هاست رو بخرین لوکال هاست رو بذاری ولی اگه دارین از هاست های رایگان استفاده میکنید حتما باید حتما باید این رو وارد بکنید خب من اینا رو وارد میکنم و فرستادن رو میذارم کاری هم با این پیشوند ندارم این چهار مورد همونایی بودن که الان نشونتون دادم اینا رو میزنم فرستادن رو میزنم و بررسی میکنه که میتونه واسه به پایگاه دادیان اگر اگه واسه شد و درست بودن اینا میره مرحله بعد و با این حال اگر بازم سالی براتون پیش اومد چون ممکنه پیش بیاد کامنت بذارین پاسخ میدم ببینید لوکال هاست رو بذاریم بمون اگر از هاست پولی استفاده میکنید هاست های با کیفی استفاده میکنید و هاست‌های هاست رایگان لوکال هاستش میزبانش رو میزبانشون رو آدرسش رو داده که این هم آدرسش رو داده بود خب من زدم فرستادن تموم شد انجام شد دیت متصل شد به پایگاه داده الان میگه میخوام شروع کنم نصب وردپرس من میزنم رو اندازی نصب خب اینجا عنوان سایت من عنوانش رو میزنم تریک رای، نام کاربری هم همون ادمین میزنم خب میگم خب ادمین هیچ وقت انتخاب نکنید رمز رو هم 352 های دو سفر و ایمیل هم admin@admin.com ادسان یه چیز ساده ایه که من الان این رو تایید به کارگیر رمز سوس رو هم بزنم که قبول بکنین این رو و این بخش رو هم هیچ وقت تیکش رو نزنید میگه از موتور درخواست کن تا موتور سایت رو بررسی نکنن چرا بررسی نکنن این وقتی کش رو نزنید راه اندازی وردپرس رو میزنم خب ساخته شد ورود رو میزنم ادمین ورود خب این از این به همین سادگی تریکترا خیلی راحت باز هم میتونید تریکتر بازدید سایت رو بزنید و سایت رو مشاهده بکنید ولی خب الان که شما تونستید وردپرس رو راه اندازی کنید به صورت دستی اگه برای اولین بار هستید این بخش مختلفش رو بیان چک بکنید ببینید به چه صورته و من داخل قسمت‌های بعدی به صورت کامل اینها رو آموزش میدم خب این قسمت از آموزش هم به پایان رسید تایم ویدیو فکر کنم خیلی رفته بالا اگر دیدم زیاد بود داخل دو قسمت یا سه قسمت منتشرش بکنم شاید هم توی یه قسمت منتشر شد و اگر سوالی داشتین پیشنهاد یا انتقادی داشتین حتما کامنت بذارین در هر صورت کامنتتون رو بذارین و برای حمایت از من هم ویدیو رو شیر بکنید برای دوستانتون بذارین رو هم یاد بگیرند در پایان لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکنید تا آموزش بعدی موفق و پیروز و سربلند